حدود 10 روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هنوز رئیس جمهوری دونالد ترامپ باخت رو نپذیرفته و برای ابطال آرایی که غیر قانونی میخونه تلاش میکنه. اون میگه در انتخابات تقلب شده، ادعایی که هنوز برای اون ادله محکمی ارائه نکرده. اعداد و ارقام اما به نفع اون نیست. آقای ترامپ در چندین ایالت کلیدی که برای بردن انتخابات باید آرای اونها رو باطل کنه، با اختلاف چند ده هزار رای عقبه. رهبران حزب دموکرات از جمهوری خواهان خواستند حقیقت رو بپذیرند و اجازه بدن کشور با مشکلات اصلی تری چون همه‌گیری کرونا مبارزه کنه. اقدامات غیر متعارف ترامپ عرصه سیاسی در آمریکا و جهان رو با سوالات تازه‌ای مواجه کرده. امشب بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم، اما اول بریم به سراغ بهمن کلباسی همکارم که از نیویورک خبرها رو دنبال کرده. بهمن، کمی بهمون میدونیم که در چند روز گذشته همه منتظر بودن این شکایت‌ها مطرح بشه تا ببینن که چقدر گوشت داره، چقدر جون داره واقعا این شکایت‌ها. شکایت‌ها به کجا رسیده؟ شکایت‌ها مطرح شده، یکی دو تا هم نیست، تعدادی در ایالت‌های مختلف هست و هر کدومش که تا به حال در دادگاه در برابر قاضی قرار گرفته وضعیت خوبی ندارن. هیچ یک از این شکایت‌ها با اقبال قضات روبرو نشدن، در مواردی مورد تمسخر قضات هم واقع شدن و با برخورد قضات هم برخورد قضات رو هم داشتن، برخورد منفی قضات که بگویند که این به اصطلاح شکایت‌ها پایه و اساس نداره. در مواردی متن پیاده شده از پرسش‌هایی که قضات از وکلای آقای ترامپ کردن خواندنی است. در یه مورد مثلا شکایت مبناش این است که ناظران به اندازه کافی نظارت نداشتند بر شمارش‌ها را، ناظران ستاد آقای ترامپ. بعد قاضی میپرسه آیا ناظران شما در اونجا حضور داشتند، چند تا حضور داشتند. وکیل برای اینکه مبنای شکایت زیر سوال میرفته، به جای اینکه بگوید مثلا 10 تا حضور داشتند یا 15 تا حضور داشتند، میگوید که عددی غیر از صفر حضور داشتن، که بازی با کلمات هست که باعث میشه که قاضی اصلا تعجب کنه، گفته اصلا برای چی این شکایت رو مطرح کردید وقتی که مشخص است که ناظران شما حضور داشتن. موارد دیگه هم بوده، یه جا قاضی میپرسد که در مورد 500 خورده رای در یکی از ایالت‌ها و وکلای ترامپ شکایت داشتن، قاضی میگوید که آیا شما مدعی هستید هیچ یک از این 500 خورده رای تخلف درش بوده، ایرادی داشته، تقلبی بوده، واقعی نیست این آرا؟ میگویند تا اینجا که ما میدونیم، خود وکلای آقای ترامپ میگن تا اینجا که ما میدونیم تخلفی در این 500 خورده رأی که میخواهیم باطل بکنیم نداشته. در نتیجه در مجموع همطور که بسیاری از ناظران حقوقی پیش بینی کرده بودند، به نظر نمیاد که با اقبالی روبرو شده باشن این شکایت هایی که تا به حال مطرح شده. عملا در طول چند روز آینده یا حتی مثلا دو هفته آینده باید شرایط مشخص بشه و اگر این شکایت‌ها قرار است به جایی برسه تکلیفش مشخص بشه دیگه، چون ایالت‌ها باید آرای نهایی رو تایید نهایی بکنن و تکلیفش رو مشخص بکنن. دموکرات‌ها که منتظر هستند همچنان که آقای ترامپ باخت رو بپذیره و عملاً شرایطی برای انتقال قدرت رو به وجود بیاره، اونها چی میگن؟ دموکرات‌ها در دو برخورد متفاوت دارن. یکی خود آقای بایدن و کارزارش هست که میگن که دیدیم از خود از زبان آقای بایدن هم شنیدیم دیروز که گفت که شرم‌آوره که آقای ترامپ تا حالا نپذیرفته نتایجو، ولی تاکید میکنن که مهمم نیست که نمیپذیره، ما داریم کارمون رو انجام میدیم، دولت در سایه عملا تشکیل شده در شهر ویلمینگتون محل سکونت آقای بایدن، دارند مقام‌های مختلف پست‌های مختلف رو براش افرادی رو منصوب میکنن، مهمترینش رئیس دفتر رئیس جمهور بود که امروز یعنی دیشب در واقع منصوب شد، آقای ران کلاین مشاور پرسابقه آقای بایدن، و حتی گمان‌ها در مورد که چه کسانی به کدام وزارتخونه می‌رسونم در رسانه‌های آمریکا بالا گرفته. تماس‌های تلفنی آقای بایدن هم با رهبران جهان ادامه داره، از جمله ساعتی پیش با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان. یادآوری کنیم که آقای بایدن دومین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است که مون رئیس جمهور منتخب که کاتولیک است. اینها در حال حرکت به سمت جلوست در کارزار آقای بایدن، ولی متحدین اونها در کنگره یعنی رهبران دموکرات‌ها خانم پلوسی و آقای شومر، اونها در یک کنفرانس خبری امروز خیلی تند به جمهوری‌خواهان حمله کردند و گفتند که این مسخره بازی رو به اصطلاح کنار بگذارید،
بپذیرید نتایج انتخابات رو و به رئیس جمهورتون هم بگید که نتایج انتخابات رو بپذیره. ولی چیزی که جالب تره واکنش بعضی جمهوری خواهان است که حالا تعداد کمیشون در مجلس سنا ولی بیشتر در خارج از اون. مثلا آقای کارل روف، یک مشاور سابق بسیار پرسابقه آقای بوش بوده، از طرفداران آقای ترامپ هم بوده، در شبکه فاکس صحبت میکرده، کسی بود که بهش میگفتن به اصطلاح با شناخت خوبی که از سیستم انتخاباتی آمریکا داشت منجر به پیروزی دوباره آقای جورج بوش شد در دور دوم. او در یک مقاله امروز نوشت که آقای ترامپ، هیچ راهی وجود ندارد که شما این نتایج رو بازگردانید، بپذیرید نتایج پایان یافته است، این کار پایان یافته است. البته آقای ترامپ و تیمش همچنان امیدوار به بازشماری ها هستند. بازشماری در ایالت جورجیا قرار انجام میشه با دست، ولی تجربه نه تنها در ایالت های قبلی، در موارد قبلی که بازشماری شده، بلکه خود مقام های جمهوری خواه ایالت جورجیا میگن که انتظار ندارن با این بازشماری ها تغییر معناداری در آرا به وجود بیاد. در نتیجه آقای بایدن مثلا در ایالت جورجیا 12,000 رای جلوست، انتظار ندارن این تغییری بکنه. و همین جهت بازشماری ها هم احتمالاً در امیدهای آقای ترامپ رو برای اینکه بتونه به نوعی نتایج انتخابات رو تغییر بده رو باز نخواهد گردوند. بهمن، خیلی ها با توجه به پیچیدگی قوانین در آمریکا که عملاً ایالت ها قوانین خودشون رو دارن، بعضی وقتا ایالت با ایالت قوانین متفاوت هست، و بعد قوانین فدرال داریم، و بعد برخی در چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی مطلبی رو مطرح کردن که بر اساس قانون اساسی آقای ترامپ راه‌هایی داره همچنان که بتونه در قدرت بمونه، گرچه که هیچ نشانه‌ای بیشتر هم گفتیم که وجود نداره که او بخواد حتما از اون راه‌ها استفاده بکنه، غیر از اینکه او یک بار خودش اشاره کرده به این مسئله در کارزارهای انتخاباتیش. راجع به این مسائل چه میتونیم بگیم و چقدر واقعا احتمال داره که آقای ترامپ در نهایت تصمیم بگیره اون مسیر رو انتخاب کنه؟ اون گزینه‌ای که به اصطلاح ازش صحبت میشه خیلی دور از انتظار هست که آقای ترامپ و نیاز به کمک جمهوری خواهان در بعضی ایالت‌ها داره واقعا بتونه بهش عمل بکنه. ولی گزینه‌ای که مطرح شده یه مقداری هم نیاز به توضیح داره. سریع اگه بخوام بگم، بعد از اینکه ایالت‌ها تایید می‌کنن نتایج نهایی رو، همونطور که اشاره کردی هر ایالتی یه تاریخی داره، بعضیش 10 روز از حالا، بعضیش 15 روز، ولی به هر حال در یکی دو هفته آینده باید تایید نهایی بشه. و بعد اون تایید نهایی، می‌دونیم مثلا هر ایالتی یه تعدادی امتیاز داره که معروف به آرای الکترال هست. فرض کنیم ایالت پنسیلوانیا 20 امتیاز داره. این به معناست که 20 نفر کسانی که تیم آقای بایدن معرفی کردن، اینها میرن در روز معروفی که رای های الکترا جمع میشن و رای میدن، رایشون رو با آقای بایدن میدن و او به 270 میرسه. حالا در یک شرایط خیلی خاصی این 20 نفر ممکن است نتوانن حاضر بشن، و اون شرایط خاص این است که مجلس نمایندگان ایالتی، یعنی در هر ایالتی ما دو تا مجلس داریم، یه مجلس نمایندگان، یه مجلس سنا، اونها باید به صورت فرمالیته تایید کنن نتایج نهایی انتخابات رو. اگر اکثریتش دست جمهوری خواهان باشه که هست در ایالت پنسیلوانیا برای مثال، اونا بخوان زیرش بزنن و بگوین که خب به خاطر اینکه خیلی شکایت هست و اوضاع به هم ریخته است، ما مطمئن نیستیم که چه کسی در این ایالت پیروز شده و به همین جهت تایید نمی‌کنیم، اون کار فرمالیته رو انجام نمیدیم، و در نتیجه اون 20 نفری که باید بیان رأی الکترال بدن حاضر نخواهند شد. در نتیجه نه آقای ترامپ نه آقای بایدن به عدد 270 نمی‌رسن، و بعد مجلس نمایندگان طبق قانون اساسی در این شرایط بعد انتخاب بکنه که با اینکه اکثریتش دست دموکرات‌هاست، اما چون هر ایالت یک رأی داره، آقای ترامپ دست بالا رو داره. این شرایط شرایطی است مثل کودتا، تفاوتی با کودتا نمی‌کنه، چون رأی ایالت مشخصه، اکثریت در اون ایالت به یه نفر رأی دادن، بعد مجلس نمایندگان اون ایالت بگوید من کاری ندارم که اکثریت مردم در این ایالت به چه کسی رأی دادن، من می‌خوام اجازه ندهم این 20 نفر 30 نفری که باید برن رأی بدن از ایالت ما برن این کارو بکنن. خیلی دور از تصوره، ولی چون در هفته‌های گذشته مطرح شده، در شبکه‌های اجتماعی هم یه مقدار بیشتر بهش توجه شده، به عنوان یک احتمال الان روی میزه، ولی کمتر نشانی وجود داره که نه آقای ترامپ بتواند به اون سمت بره، نه اینکه بتونه همراهی اکثریت جمهوری‌خواه در این ایالت‌ها رو با خودش جلب بکنه. این است که اونو واقعا بعد جزء گزینه‌های بسیار دور از انتظار باید گذاشت. گویی که چون در 4 سال گذشته وقایع خارق‌العاده زیاد در دنیای سیاست آمریکا اتفاق افتاده، به تبع بسیاری از ناظران به اونها هم نگاه میکنن، میگوین هیچ چیزی غیر ممکن نیست. ممنونم ازت بهمن کباسی، همکارم در نیویورک با ما.
اما در 4 سال گذشته دونالد ترامپ سیاستمداری غیر متعارف بوده. روش سیاست ورزیش چنان متفاوت بوده که برای اشاره به اون لغتی ابدا شده، ترامپیسم. پیش از انتخابات هفته پیش بسیاری از نظرسنجی ها شانس بسیار کمی به او برای پیروزی میدادند، اما حدود 72 میلیون و 500 هزار رأی کسب کرد. حدود 10 میلیون بیشتر از اون چه در سال 2016 به دست آورده بود. مسئله ای که نشانگر اقبال بخش بزرگی از جامعه به آقای ترامپ. این آمار در عین حال اشاره به دوپارگی کشور آمریکا هم داره. آیا عدم اقبال به سیاستمداران متعارف به شخصیت‌هایی چون ترامپ فرصت درخشش داده یا بخش بزرگی از جامعه آمریکا از اساس تغییر کرده؟ در ادامه برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ما، کاظم علمداری جامعه شناس از لس آنجلس و سینا عزودی پژوهشگر روابط بین‌الملل در شورای آتلانتیک از واشنگتن. خوش آمد میگم به همه شما. خانم میزر، با شما شروع بکنیم. ما در اروپا هم شاهد موجی از پوپولیسم در طول چند سال اخیر بودیم. اون چه که در آمریکا شاهدش بودیم در 4 سال گذشته به نظر شما ادامه همون روند هست یا اینکه در آمریکا شاهد چیز دیگری هستیم؟ شباهت هایی داره با اونچه که در اروپا داریم میبینیم و به نظر من پایه اصلی این پوپولیسم که پوپولیسم ملیگرا هم هست مسائل اقتصادیه. بین دهه 80 و میشه گفت 2015، شاید بشه گفت 2016، ما شاهد دوره ای هستیم که سرمایه داره جهانی میشه. کشورهایی مثل بریتانیا و مشخصا ایالات متحده برای تولید کالا به قیمت پایین تر با ارزان ترین نیروی کار رو به کشورهایی مثل چین، هند، بعد ویتنام، تازگی ها افریقا انتقال دادند و این یک جمع ناراضی رو در میان نه فقط نیروی به اصطلاح کارگر در این کشورها، بلکه در کنار اون بخشایی از طبقه متوسط رو که متأثر از این رفتن شغلها به جاهای دیگه دنیا، موقعیت اقتصادیشون عوض شده. بدبخت نشدن، ولی اگر بخواید طبقه متوسط وضع مالیش بدتر شده. نیروی کار خیلی وقتها باید با کار موقت درآمد کمتر، در حالی که قبلا در موقعیتی بود که اگه بخواید در اشرافیت نیروی کار جهانی قرار داشت. توأم با این سرمایه جهانی شده شعارهایی، به نظر من فقط شعارهایی در رابطه با مثلا اینی که رنگ پوست افراد مهم نیست غیره رو مطرح میکرد و مجبور بود حداقل در ظاهر که شده برخی از این شعارهایی رو که میده رو هم انجام بده، چرا که آیندهش بستگی داشت به این نیروی کاری که مثلا در چین بود، مثلا در افریقا بود. و توأم با این ما شاهد یک مهاجرت نیروی شاید فکری بالاتر به این کشورها بودیم. همه اینها زمینه ساز شرایطی برای اینکه نیروهای راست، به نظر من راست افراطی، بتونند سوء استفاده کنند از این تغییری که در وضع کار پیش اومده، تغییری که در ورود مهاجران پیش آمده و به بدترین بخش هایی از احساسات مردمی که ستمی داره بهشون میشه هر جوری فکر بکنید سوء استفاده بکنن. آقای عزادی، بذارید از شما بپرسم. قبل از انتخابات خیلی ها پیش بینی نمی کردن که آقای ترامپ انقدر رای بیاره، یعنی حداقل آقای ترامپ میشه گفت که از انتظارها بهتر عمل کرده. تا اینجا که هنوز کل آرا شمرده نشده، همونطور که گفتیم نزدیک 72 میلیون و 500 هزار رأی آورده. آیا پیش بینی میکردید او انقدر رأی بیاره؟ بله مسلماً، چون متاسفانه آقای ترامپ روی یه سری احساسات، شاید هم متاسفانه نه، روی احساسات ملیگرایانه و ناسیونالیسم آمریکا خیلی داره تاکید میکنه و همونطور که مهمون قبلیتون هم گفتن اینو نمیشه در نظر نگرفت که
طبقه گنده‌ای تعداد زیادی از مردم آمریکا وقتی می‌بینن که زندگیشون داره عوض میشه، مهاجرای زیاد دارن میان، کارها ازشون گرفته میشه، اینها به قول باز به همون قطعیتون یه مقدار بهشون ستم میبینن که بهشون داره میشه، کارهاشون رو دارن از دست میدن و آقای ترامپ داره از اون احساسات استفاده میکنه از و سوار اون موج شده و با ایجاد تفرقه بیشتر به جای اتحاد درست کردن، با ایجاد تفرقه بیشتر داره سعی میکنه که از اون احساسات سوء استفاده بکنه برای اینکه ریاست جمهوری خودش رو ادامه بده. اینی که شخص که انقدر دروغ میگه، انقدر برای قانون بی احترامی داره، به صورت خیلی واضح به رئیس جمهور قبلی آمریکا آمریکایی بودنش زیر سوال برده. این شخص 70 میلیون رای در آمریکا بیاره، یعنی حدوداً یک سوم جمعیت آمریکا به اون رای بدن، این نشون میده که واقعاً گروه عمده‌ای از آمریکایی‌ها هستن که به این چیزها، به حرف‌هایی که آقای ترامپ میزنن اعتقاد دارن و ترسی درشون ایجاد شده که زندگیشون به عنوان یک آمریکایی به خطر افتاده. حالا این آمریکایی تعریف زیادی داره، ایران آمریکایی‌های ایتالیایی تبار، آمریکایی‌های لاتین تبار، آمریکایی‌های اروپایی تبار، اینها همشون این ترس رو در خودشون می‌بینن که مملکت داره عوض میشه و منافع اونها به خطر افتاده. آقای عزودی، شما گفتین که اونها با توجه به اینکه به قانون توهین میکنه، دروغ میگه، ولی با این وجود مردم خب او رو دوست دارن، به او رأی دادن، یعنی عملا اونها فکر نمیکنن، اونها هم نظر نیستند با شما. بله. و ببخشید، همینطور بخش بزرگی از جامعه مهاجر آمریکا هم به آقای ترامپ رأی داده. مخصوصا بله درسته، این حرف کاملا درسته. لاتین تبارها بسیار با آقای ترامپ، مخصوصا لاتین تبارهای مثلا کوبا و اینها خیلی بهش رأی دادن. من در شکی ندارم که اینها، این گروه طرفدار آقای ترامپ، براشون مهم نیستش که آقای ترامپ حرفای میزنه یا چه کارهایی میکنه. مثلا میگن در مورد داستان مالیات‌های آقای ترامپ که معلوم شدش که در سال 2018 750 دلار مالیات فقط بیشتر نداده بودن، اونها براشون مهم نیست و خیلی راحت به شما میگن که خب منم دوست ندارم مالیات بدم، اون فقط زرنگه، باهوشه، این حرفا درش زده میشه. و یه مسئله دیگه هم که هستش، این گروه تئوری توته کیوانان که درست میشه، اینها با به اصطلاح با گسترش دادن دروغ، تئوری‌های توته اینه که مثلا آقای ترامپ داره یک شخصیتیه که به صورت مخفیانه داره با پدوفیل ها در که در سیستم آمریکا، در سیستم رسانه و سیاست آمریکا مبارزه میکنه، اینها براشون واقعا واقعیت ها مهم نیستش. اینه که واقعیت مهم نیست، حقیقت مهم نیست، اونها علاقه شدیدی دارن به شخص ترامپ و حرف هایی که میزنه و این طوری که مملکت آمریکا رو داره ادامه میده. این داستان آمریکا اول که آقای ترامپ داره به اصطلاح تبلیغش رو میکنه، خیلی تعداد زیادی از مردم آمریکا قبولش دارن و دوست دارن ترامپ رو، واقعا دوست دارن، یعنی شخص آقای ترامپ رو دوست دارن. حتی جالب هست بین طرفدارای ایرانیشون هم اگر توی به اصطلاح فضای مجازی نگاه کنین، به آقای ترامپ لقب پرزیدنت دلها دادن. یعنی براشون مهم نیست که چی میگه آقای ترامپ یا چه کار میکنه، اونها واقعا یه علاقه شخصی بهش پیدا کردن. حالت مثلا یه مقدارم مردد هستم از این کلمه استفاده کنم، ولی مثل رهبر فرقه ایش شده که آقای ترامپ رئیس جمهور وعده داده شده است. یا حتی بعضی گفتن که خدا آقای ترامپ رو فرستاده یا عیسی مسیح آقای ترامپ رو فرستاده. برای اونها واقعیت متاسفانه مهم نیستش. آقای علمداری، امیدوارم که صحبت‌های دو مهمان دیگه برنامه رو شنیدید، چون لحظاتی مطمئن نیستم، فکر می‌کنم شما رو ما از دست دادیم، دوباره شما برگشتید. صحبت کردن از این که خب تعداد زیادی از مردم آقای ترامپ رو دوست دارن، اما آقای ترامپ دروغ میگه، آقای ترامپ به قانون احترام نمیذاره و و و و. ولی واقعا سوال اساسی که اینجا هست، با وجود همه اینها چطور هست که تعداد بسیار زیادی، ده ها میلیون در آمریکا به او رأی میدن و او پایگاه بسیار قوی پیدا کرده، حتی بهتر از اون چه که در سال 2016 داشت؟ بله، من بخشی از صحبت های دوستان رو نشنیدم، ولی در پاسخ به پرسش شما، به نظر من ترامپیسم یک نوع پوپولیسم است
که الان در سراسر جهان، در گوشه کنار جهان ما شاهد هستیم با اون نمونه ها. سه تا پایه، چهار تا پایه داره این پوپولیسم یا ترامپیسم الان. یکی همون ناسیونالیسم افراطی هست که آقای ترامپ با شعار Make America Great آمریکا رو دوباره به عظمت گذشته آمریکا برگردیم، که شعار هیتلر بوده در واقع هست. و یکی هم وضعیت اقتصادی جهان هست، گلوبالیزیشن، که در چهار دهه گذشته ادامه داشته و بخشی از توانایی ها و برتری های جامعه غرب از جمله آمریکا رو به کشورهای در حال توسعه منتقل کرده، علم و تکنولوژی و سرمایه و کار و بازار و کشورهای دیگر رو رقیب آمریکا کرده. و بخشی از جامعه آمریکا به خصوص سفیدپوستانی که در گذشته برتری قانونی داشتن، برتری اقتصادی داشتن و میتونستن بر بخش‌های دیگر جامعه حکومت داشته باشن، اون برتری از دست رفته. بنابراین بر اساس این پایه‌ها و شخصیت آقای ترامپ، اینم فاکتور چهارمی هست که مثلا پوپولیسم باید شخصیت مقتدر و قاطعی پیدا بشه و به یک نوعی هم باید گفت که عامه پسند، و او فرهنگی رو اتخاذ کرد آقای ترامپ که عامه پسند است، زبانی رو به کار میبره که با زبان همین بخش متعصب و کمتر تحصیل کرده یا آمریکا و به قول معروف انگلو ساکسن ها هماهنگی داره، همخوانی داره. بنابراین میتونه بر اساس این پایگاه ها یک رابطه عاطفی حتی بین ترامپ و هواداراش به وجود بیاد. و این در این شرایطی هست که فکر میکنم که جامعه آمریکا به دو دسته، به یک شکاف بزرگ تبدیل شده و آقای ترامپ برخلاف برخی از پوپولیست‌های جهان بر یگانگی ناسیونالیسم ملی و برگشت به هویت گذشته تکیه نمی‌کنه. او در عین حال بر این شکاف تکیه کرده، شکافی که هم در زمینه اقتصادی وجود داره، هم بین شهر و روستا، البته روستا به معنای اینکه در کشورهایی مثل ما وجود داره، ایران وجود داره نیست، ولی شهرهای کوچک و همون ایالتهایی که به ایالتهای قرمز در مرکز آمریکا هستند، این دوگانگی فرهنگی شهر و روستا هم بر اون عوامل اضافه شده. بنابراین آیا میشه گفت اینکه آقای ترامپ در سال 2016 خب این حرفا رو میزده ولی هنوز کسی عملکرد او رو ندیده بوده، چهار سال او میاد و عملکردش رو هم کسانی که به او رأی دادن میبینند و باز هم دیدیم بر اساس نظرسنجی ها همچنان اعتماد عمومی به آقای ترامپ در زمینه اقتصاد بسیار بیشتر بود تا آقای بایدن. یعنی اکثر مردم آمریکا همچنان فکر میکردن که آقای ترامپ برای اقتصاد اونها بهتر هست. آیا میشه گفت که عملکرد او هم با آنچه که گفته بوده، با آنچه که شعارش رو داده بوده سازگاری داشته و خوب عمل کرده که تونسته 10 میلیون هم رأی بیشتر بگیره؟ بله، یکی دیگه از شعارهای آقای ترامپ امریکا فرست بود، اول آمریکا، و بنابراین باید این پیام رو منتقل کرده باشه و کرده به هواداران و جامعه که چرا باید سرباز آمریکایی در برای عرب‌ها خودش رو بکشه یا کشته بشه یا در افغانستان کشته بشه یا حتی برای ناتو ما باید پول هزینه بدیم که اروپایی‌ها از به صدا تهاجم روس‌ها می‌ترسن، ما باید به خودمون بپردازیم. بنابراین این نکاتی از که باید اضافه کرد. علاوه بر این، آقای ترامپ تونسته در این 4 سال گذشته در درون حزب جمهوری‌خواه نفوذ پیدا کنه. اگر شما صحبت‌های برخی از سران حزب جمهوری‌خواه رو قبل از انتخاب آقای ترامپ نگاه بکنید، می‌بینید به او فحاشی می‌کنن، او رو روانی می‌دونن، او رو عقب مانده می‌دونن، حرفایی می‌زنن که همه اینها بعداً عوض شد و همین افرادی که این حرف رو زدن امروز تابع ترامپ شدن. به همین دلیل باید گفت که علاوه بر اونها احتمالاً متوجه شدن که آقای ترامپ پایگاه مردمی بسیار قوی داره و نخواستن مقابل او قرار بگیرن. خانم میزر، فکر کنم با این سوال من موافق نبودید که آقای ترامپ عملکردش در 4 سال گذشته به گوش حداقل کسانی که به پایگاه او هستن خیلی خوش آمده که بیشتر هم رأی آورده.
حداقل در رابطه با مسائل اقتصادی این کار رو نتونست انجام بده، به دلیل اینی که برگرداندن این روندی که 4 دهه حداقل از عمرش میگذره برای جهانی شدن به این سادگی غیر قابل برگشت بود، نمیشد برش گردوند و نتونست، مثلا نتونست کار رو برگردونه، شغل رو برگردونه به ایالات متحده. مواردی هست که تولید کننده ها یا صاحبان کارخونه ها، سرمایه های بزرگ میگن ما اصلا تصور این که بتونیم این کار رو که در چین یا در ویتنام برای تمام روز 50 پنس/دلار حقوق میدیم و بیاریم امریکا، اصلا تصورش رو نمیتونیم بکنیم. در موارد دیگه هست که حتی برای تولیدات کوچیک تهیه مواد اولیه، تهیه نیروی کار و محل کار غیر ممکن میکنه. از نظر اقتصادی حتما نتونست، و اگر تونسته بود به نظر من برنده این انتخابات بود. شما درسته که به رأی بالای آقای ترامپ اشاره میکنید، ولی فراموش نکنید که تا اونجایی که من میفهمم با آمار امروز پیروزی بایدن در رقمی بالاتر از حد گذشته است. این انتخابات انتخاباتی بوده که از هر دو طرف به خاطر شکاف عمده در جامعه هر دو طرف حد اکثر نیروشون رو برای شرکت در رای دادن به کار بردن و جمعیت وسیعی شرکت کرده. در نتیجه فقط این نیست که به نظر من 10 میلیون رایش بالا اومده، جمعیت اولا فرق داره از 2016 و خیلی کسایی که نه در 2016 بلکه در هیچ یک از انتخابات رئیس ریاست جمهوری در ایالات متحده رای نمیدادن این بار رای دادن. نشان دهنده اینه که این شکاف به این راحتی حل شدنی نیست. ولی کل این بحث ناسیونالیسم پوپولیست، ملی‌گرایی پوپولیستی، عملا میخواد برگرده به دورانی که از نظر تاریخی سخت برگشته به اون، و هر بار که سعی میکنه به نظر من با مشکلاتی روبرو میشه. مشکل اصلی تر اینه که بایدن و اگر بخواید اقتصاد جهانی شده هم خب با بحران 2009 مشکلات ویژه خودش رو داشت. خیلی ها در ایالات متحده از طبقه متوسط خانه مسکونیشون رو از دست دادن، خیلی ها شغلشون رو از دست دادن، و پس لرزه های اون بحران تا 2016 ادامه داشت. و الان هم بایدن اگر بخواد برگرده به اقتصاد دوره اوباما، برگرده همون کارها رو بکنه، نارضایتی ها بیشتر خواهد شد و همونطور که خیلی ها میگن زمینه برای بازگشت حالا نه خود ترامپ بلکه ترامپیست دیگری پیدا میشه. آقای عزادی، آقای خانم میزر اشاره به شکاف ها کردن، چیزی که در این مدت خیلی بهش اشاره شده. خود آقای بایدن هم مشخصه که آگاه از شکافی که در جامعه وجود داره، جامعه به شدت دو قطبی است، جامعه آمریکا. چه خطری متوجه جامعه آمریکاست در چنین شرایطی؟ یکی مسئله اجتماعیشو میگم، البته من متخصص جامعه شناسی نیستم. اول اینه که این ببینید اختلافات اجتماعی بیشتر داره خودشون نشون میده، عصبانیت ها بیشتر خودشون نشون میده، اینی که گروه های مسلح میان تو خیابونا و با استفاده و با استناد به قانون اساس حقوق قانون اساسشون تو خیابونا با اسلحه راه میرن یا به دیگران حمله میکنن. یه مسئله اجتماعیشی که باید در نظر گرفت. یکی ولی مسئله به نظر من مهمترین اینه که در داخل آمریکا این شکاف ها باعث میشه که عملا سیاست های داخلی و به تبع سیاست های خارجی آمریکا یه مقدار دچار فلج بشن. زمانی که کنگره آمریکا نتونه کارش رو درست انجام بده، دولت آمریکا نمیتونه کارش رو انجام بده، و زمانی که دولت آمریکا کار داخلیش رو درست نتونه انجام بده، نمیتونه اون رهبری که ظرف 7 دهه گذشته رو ادامه بده. ببینید الان مثلا میگم در کنگره آمریکا شما یه سری گروه های پیش رو میبینین، گروه پروگرسیف ها رو میبینین که اون 4 تا نماینده خانم هستن، و از طرف دیگه نماینده های طرفداران شدیدن طرفداران ترامپ هستین که بعضی هاشون عملا
به نماینده های دیگه آمریکا توی کنگره آمریکا حمله میکنن، اونا رو متهم میکنن به اینکه آمریکا رو دوست ندارن یا به خاطر دینشون بهشون حمله میکنن، یا عملا مثلا یکی از سناتور پردو بوده چند وقت پیش خانم کامالا هریس به خاطر اسمش مسخرش میکردن. وقتی اینها باشه و نیروهای میانه روی مثلا آقای سناتور جان مکین، اینایی که حاضر بودن با هر دو طرف کار بکنن، اینها از بین میرن، عملا کنگره آمریکا به یه حالت بن‌بست میخوره، کار در کنگره آمریکا جلو نمیره و دائم یه محل نزاع میشه برای مخالفان ترامپ و موافقان ترامپ، برای اینکه عملا حسابای سیاسیشون رو با هم به اصطلاح تسویه بکنن. و این باعث میشه که وقتی دولت آمریکا به اصطلاح توجهش معطوف بشه به داخل، اون رهبری که همونطور که گفتم ظرف چند سال گذشته، دهه گذشته داشته، در خارج نمیتونه انجام بده. اینه که سیاست آمریکا در مقابل اروپا چیه، در مقابل روسیه چیه، در مقابل چین چیه، در مورد متحدانش در شرق آمریکا، در شرق آسیا چیه، یا حتی خاورمیانه. اینها همش خطراتی هستش که به نظر من هم داخل آمریکا رو، هم سیاست‌های داخلی و هم سیاست‌های خارجی آمریکا رو خیلی زیاد تهدید می‌کنه. آقای علمداری، رسانه‌های آمریکایی گزارش کردن که آقای ترامپ اگرچه در فضای بیرون توییت می‌کنه، میگه من نتیجه انتخابات رو نمی‌پذیرم و ما برنده انتخابات هستیم، اما از یک سری از منابع در داخل کاخ سفید گفته میشه که او به آنها گفته که من سال 2024 دوباره برمیگردم. یعنی نشانی از این داره که او قصد داره که سال 2024 دوباره نامزد بشه، گذشته از اینکه آیا حزب جمهوری خواه باز با او همراه بشه یا نه، چون آقای ترامپ پیشتر هم به عنوان نماینده مستقل شرکت کرده بود در انتخابات، ولی خب چندان رغبتی نبود به اینکه به او رأی بدن. اما چقدر شانس برای او میبینید در سال 2024؟ بله، من فکر نمیکنم برای او دیگه شانسی باقی بمونه. در حال حاضر هم او داره تست میکنه که ببینه میتونه حزب جمهوری خواهان رو با خودش همراه بکنه. اگر میتونست همراه بکنه، به خصوص دو تا پسرش تلاش کردن که اونا رو وادار، حزب رو وادار بکنن که همراهی بکنه با مثلا مقاومت های ترامپ، و تا الان نتونستن. او در همین دوره کنار نمی رفت و مهم هم برایش نبود که چند درصد جامعه آمریکا با او مخالفت کردن یا آقای بایدن با چند درصد رای برنده شده. من فکر میکنم که حالا یه نکته اضافه بکنم به این داستان، او در دوره قبل روی برنامه‌اش موفق نبوده. من فکر میکنم که اگر توجه بکنیم به وعده هایی که او در قبل از انتخاب شدن به مردم داده بود، تقریبا اون وعده ها هیچ کدومش نتونسته انجام بده. در زمینه اقتصادی هم روی اقتصاد موفق دوره اوباما رو تحویل گرفت و در حال حاضر هم با هزینه کردن $2 تریلیون، قبل از اینکه این مسئله کرونا مطرح بشه، تونسته اقتصاد آمریکا رو برای ثروتمندا راه بندازه. و این $2 تریلیون بدهی برای آینده آمریکا بسیار مضر هست، و بخشی که هوادار او هستن از او پیروی میکنند احتمالاً دانشی و اندازه کافی ندارن که این مشکلاتی که جامعه آمریکا از نظر اقتصادی باش مواجه خواهد شد رو تشخیص بدن. بنابراین باید گفت که آقای ترامپ با توجه به ناکامی در زمینه وعده دادن‌هاش، مثل هر پوپولیست دیگری که برای مشکلات جامعه را سیاه نشون میده و راه‌های خیلی ساده به مردم، به هواداراش نشون میده، او همین کار کرد. مثلا در زمینه اینکه خارجی‌ها وارد آمریکا میشن و مشکلات برای ما ایجاد میکنن، کارشون رو میگیرن، تروریسم رو با خودشون میارن و جنایت درست میکنن، راه حل خیلی ساده برای ترامپ این بود که یک دیوار خیلی بلند و مستحکم بین مرز آمریکا و مکزیک بکشه و پولش هم از مکزیکیا بگیره. خب میبینیم اولا چنین چیز اتفاق نیفتاده و ترامپ هم به رو خودش نمیاره، هواداران به رو خودشون نمیارن. دلایل دیگری وجود داره که این مسئله فکر میکنم که فراموش میشه و تبدیل میشه به یک تضادی که این تضاد به سادگی حل نخواهد شد. تضادی که در گذشته در تاریخ آمریکا از زمان لینکن تا به امروز بین دو تا حزب وجود داشته، و این تقابل حزبی، تقابل سیاسی امروز تبدیل به مذهب شده برای برخی، و به یک نوعی همون به اصطلاح پوپولیسم خمینی در ایران که مذهب و سیاست رو در هم تنیده بود و اصلا
خود مذهب این سیاست بود، سیاست هم این مذهب بود. در اینجا هم برای برخی از هواداران آقای ترامپ سیاست این مذهب شده براشون، و همین دلیل میگم یک رابطه عاطفی بین آقای ترامپ و این هوادارا باقی مونده، و او قادر هست در حال حاضر با توجه به اختلاف بسیار بزرگی که بین او و آقای بایدن وجود داره مقاومت بکنه، در حالی که برای همه بسیار روشن هست که این آقای بایدن جو برنده شده. تلاش آقای ترامپ برای اینکه مسئله رو به دادگاه بکشه این هست که او تصور میکنه چون در دادگاه عالی اکثریت با جمهوری خواه هست و او تونسته سه تا قاضی رو در دوره خودش به این مثل مجموعه اضافه بکنه، اگر این داستان این دعوا مرافعه به اونجا کشیده بشه اون دستگاه قضایی به نفع او رأی خواهد داد. مهم هم نیست که آقای بایدن چقدر رأی آورده. این پندار هم پندار درستی نیست و تلاش او و گاهای پایین‌تر و رد درخواست های شکایت های اونها نشون داد که دادگاه پایین‌تر اصولاً ادعای مثلا نامتعارف بودن یا تقلب در انتخابات رو نمیپذیرن، بدن که هیچ گونه مدرکی وجود نداره. ولی برای آقای ترامپ مدرک مهم نیست، مهم این است که اون توده ها و این حزب رو داشته باشه. ببینید اگر ما در گذشته نگاه بکنیم پوپولیسم هیتلری حزب در اختیارش بود، موسولینی حزب در اختیارش بود و اینا رهبر حزب بودن و میتونستن تمام توده ها رو با خودشون همراه بکنن و مقاومت طرف مقابل رو بشکنن. در حال حاضر در آمریکا این گونه نیست. آقای ترامپ هنوز نتونسته مجموعه حزب جمهوری خواه رو با خودش همراه بکنه. تا این مجموعه با او همراه نشه او ناچار است که مقاومت های توییتر رو ادامه بده و به نظرم سرانجام باید تسلیم بشه، راه دیگری نخواهد داشت. خانم میزر اشاره کردید که به افرادی یعنی سیاستمدارانی مثل آقای ترامپ قول‌هایی میدن برای برگشت به گذشته که عملا نمیتونن اونها رو عملی بکنن، اما مردم اونها رو قبول میکنن و بهشون رأی میدن. چرا شاید یا برخی میگن به این دلیل که سیاستمداران متعارف هم قول‌هایی میدن که عملا عملی نکردن، بنابراین یعنی دلیل اینکه اینها به سراغ اون افراد میرن اینه که از سیاستمداران متعارف راضی نیستن چندان. من فکر میکنم پوپولیسم عکس العملی است به حداقل بحران سیاستمداران متعادل در هر کشوری که بهش نگاه بکنید، و این حتما پایه اقتصادی داره به خاطر اینی که در برخورد با هر بحران خاص حکومت ها میرن، دولت ها میرن پی یک سری برنامه های اقتصادی، و البته چهاردهه‌ای که من گفتم یه برنامه بوده، ولی بعد از 2009 با حفظ بیان نئولیبرالی دولت‌ها رفتن پینه که هر کاری میتونستن، حداقل دولت‌های عمده مثل بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه، رفتن پیه خرج کردن در بخش دولتی بدون اعلامش، کوانتیتیو ایزینگ، یعنی پول رو ریختن در اقتصاد بر این که پس لرزه های بحران 2009 رو کم بکنن. ولی این سیاست ها به جایی نرسید. اگر رسیده بود ما حتما جانسون و برکسیت رو در بریتانیا نداشتیم، حتما در ایالات متحده ترامپ پیروز نمی شد. رشد اقتصادی یک چیزه، ولی وقتی این رشد اقتصادی توامه با گسترش فاصله فقر و ثروت، یه بخش بسیار گسترده ای از جامعه نه فقط بهره‌مند نمیشن از رشد اقتصادی، بلکه فاصله شون وضعشون بدتر میشه چون وضع خودشون رو مقایسه میکنن با بخش‌های دیگه جامعه، و این تأثیر میذاره روی اینی که از همه چیز ناراضیان، از خارجی ها ناراضیان، از بیان راجب سیاست های محیط زیستی ناراضیان، میخوان برگردن به اون گذشته از دید خودشون امن، ولی اون گذشته امن دیگه وجود نداره. در بریتانیا امپراتوری نداره بریتانیا، ایالات متحده با رقیبی در چین روبروه که داره با استفاده از سرکوب، با استفاده از خیلی کارهای دیگه در داخل مرزهای خودش، ولی داره با سرعتی سرسام‌آور میرسونه خودش رو به ایالات متحده،
و در چنین شرایطی برگرداندن ایالات متحده به اینی که بشه اول در دنیا کار خیلی سختیه، میتونه آدم شعارش بده ولی عملی نیست. و متاسفانه من یکی خوشبین نیستم برای اینکه در ایالات متحده آقای بایدن هم بتونه بر این اوضاع غلبه پیدا بکنه. ببین، در ما با یک پدیده فوق العاده خطرناکی روبرو هستیم، اون هم انباشت بی حد سرمایه، عدم پذیرش سرمایه‌داری برای سرمایه گذاری، برای خرج کردن، برای اینکه نگران ریسکه، و در کنار اون توان خرید یا توان مصرف در 95-99 درصد جامعه روز به روز داره میاد پایین. این اوضاع را نمیتونیم با همین جوری با یه سری رفرم، با یه سری اصلاحات اینجا، با بهتر کردن وضعیت بهداشت حل بکنیم. من نمیگم هیچ کاری در رابطش نمیشه کرد، ولی تصور این که در 4 سال بشه کل این مسئله رو حل کرد بعیده. و نه اینکه من حتی فکر میکنم آقای ساندرز هم نمیتونست این کار رو بکنه، نه اینکه فکر کنید به اون توهمی دارم. ما با یک اوضاع شدیداً بحرانی روبرو بودیم در 2019-2020، به مراتب بدتر میکنه این قضیه رو، چون هیچ شکی نیست مسئله دو کشور عمده که درش پاپولیسم پیروز شد، بریتانیا و ایالات متحده، اتفاقا بدترین کشورهای جهان سرمایه‌داری بودند برای مقابله با کرونا. امریکا جلوتر، انگلیس با خاطره کمی پشتشه، و در نتیجه رهبران پاپولیست در این مقوله خیلی خاص و ویژه بدتر هم عمل کردن و اوضاع اقتصادی بدتر شده. در نتیجه ما وارد مرحله بحرانی میشیم، چه بخوایم چه نخوایم، خوشبینانه نیست، نمیشه بهش نگاه کرد. آقای حضرتی، یه مقداری هم راجع به سیاست خارجی صحبت بکنیم. با آمدن آقای ترامپ بر سر کار، روابط خارجی ایالات متحده آمریکا با کشورهای اروپایی، به خصوص با آلمان، در مقطعی بدتر با فرانسه، مقداری سرد شد روابط، و عملا بر سر موضوعاتی مثل ناتو اختلافاتی به وجود آمد، توافق اقلیمی پاریس و همینطور توافق هسته‌ای با ایران که سال 2018 آقای ترامپ خارج شد از اون. چقدر فکر میکنید آقای بایدن میتونه، یعنی چه نشانه هایی وجود داره که آقای بایدن بتونه به محض اینکه اگر کارش رو آغاز بکنه 20 ژانویه بتونه این فاصله ها رو به همون حالتی که در قبل از سال 2016 بوده برگردونه؟ من فکر میکنم اگر به پیام های تبریکی که از رئیس جمهور فرانسه و وزیر خارجه آلمان اومده توجه بکنیم، میشه تا حدودی جواب رو میشه گرفت که توی هر دوتا پیام ابراز امیدواری شده بودش که برای مقابله با مثلا بحران های بین المللی آمریکا و اتحادیه اروپا بتونن دوباره با هم همکاری بکنن، چون تک جانبه گرایی به نفع هیچ کدوم نیستش. ببینیم اینی که آقای بایدن بتونه سریع اینها رو درست بکنه، در چه مدت زمان بتونه اینها رو درست بکنه، من دقیق نمیدونم، ولی مسلما این راهی رو که آقای ترامپ اومده و راه اشتباهی بوده در ایجاد اختلاف با متحدین آمریکا، به نظر من آقای بایدن هنوز فرصت خواهد داشت که ظرف 4 سال آینده این راه اشتباه رو درست بکنه. ببینید اولویت های او چه خواهد بود به نظرتون؟ به نظر من یک، درست کردن روابط آمریکا با ناتو است، که وقتی ناتو رو میگم مخصوصا آلمان و فرانسه هستش، چون بریتانیا کمتر از این رابطه صدمه خوردش. یکی اینه، یکی احتمال زیاد میدم که آقای بایدن بخوان برگردن به این توافق اقلیمی پاریس که متحدان آمریکا هم درش هستند، آمریکا تنها کشوری بود که اومد بیرونه، و فکر میکنم در هر صورت، من اینو قبلا هم گفتم بازم میگم، هر رئیس جمهوری که در آمریکا باشه، چه آقای بایدن باشه، چه آقای اوباما، چه آقای ترامپ، اینا همه سعی کردن با به اصطلاح با رقیب اصلی آمریکا، رقیب فعلیش چین، مقابله بکنن. راهی که آقای ترامپ انتخاب کرد راه تک جانبه گرایی بود، یعنی جنگ اقتصادی راه انداختن،
فرستادن بیشتر نیروهای نظامی به منطقه شرق آسیا، ولی من فکر میکنم آقای بایدن سعی خواهند کردش که اون اتحادیه قبلی که بین متحدان آمریکا بوده در شرق آسیا و همینطور مسلمان اروپای اونو دوباره ترمیم بکنن که بتونن به اصطلاح رشد چین رو کنترل بکنن. من فکر نمی کنم که سیاست آقای بایدن در مقابل سیاست کلی آمریکا در مقابل چین تغییر عمده‌ای بخواد بکنه، ولی در اینه که متد اون راه فکر کنم عوض خواهد شدش. آقای علمداری، وقت زیادی نداریم، میخواستم از شما در مورد آینده جامعه آمریکا بپرسم. با توجه به اینکه شما خودتون هم جامعه شناس هستید، وقتی شرایط فعلی آمریکا رو میبینید، فکر میکنید به کدوم سمت داره میره بعد از اینکه اگر آقای بایدن بر سر کار بیاد و در نهایت آقای ترامپ کاخ سفید رو ترک بکنه؟ فکر میکنید این شکاف‌ها در جامعه آمریکا به کدوم سمت خواهد رفت؟ بله، ببینید، این بستگی به این داره که سرنوشت این انتخابات چگونه پایان بپذیره بدون درگیری بین هواداران حداقل دو طرف، یا اینکه در درون حزب جمهوری خواه به توافق نهایی برسن و ترامپ رو وادار و عقب نشینی بکنن، یا اینکه ترامپ تا روزهای آخر مقاومت بکنه و بخواد این پایگاه رو در جامعه به عنوان یک اهرم علیه حزب جمهوری اسلامی نگه داره و اونها رو در آینده تهدید بکنه. این امکانش کم نیست. حزب جمهوری خواه رو تهدید بکنه که اگر از اون حمایت نکنن، خواستهای اون حمایت نکنن، هوادارانش رو وادار میکنه که به مثلا سناتورها رای ندن، نمایندگان کنگره رای ندن. این یه مسئله است. مسئله دیگر این که من فکر میکنم که جهان تغییر کرده. در 14 دهه گذشته گلوبالیزیشن جهان رو تغییر داده و قدرت‌های منطقه‌ای به وجود اومدن. فقط چین هم نیست. شما نگاه بکنید، در آغاز قرن 20 فقط 2 کشور بودن، آمریکا و آلمان بود که میتونست اتومبیل تولید بکنه. امروز بیش از 65 کشور در جهان دارن اتومبیل تولید میکنن. کشور همسایه آمریکا یعنی مکزیک برابر با خود آمریکا یعنی 50 میلیارد دلار اتومبیل فروخته. در تمام دنیا شما نگاه میکنید میبینید که کالاها داره صادر میشه، به گوشه کنار جهان پخش میشه. دیگه آمریکا یا حتی اروپا نیست که میتونیم برتری رو حفظ بکنه. تا آمریکا این واقعیت جدید جهان رو به رسمیت نشناسه و نخواد اقتصاد خودش رو، سیاست خودش رو، سیاست خارجی خودش رو بر این منطبق بکنه، دچار بحران خواهد بود. ببینید، مشکلم یکی دیگه تنها نیست، این است که پوپولیست ها بهانه پیدا میکنن، یعنی تلاش میکنن یک الگویی رو، یک موضوعی رو پیدا بکنن که بر اون سوار بشن. شما در جاهای مختلف نگاه میکنید که مثلا در هند مودی، اینکه برگردیم به افتخار گذشته هند، پوپولیسم رو گسترش میده. موسولینی تحت عنوان اینکه برگردیم به فرهنگ گذشته امپراتوری روم، میتونه قدرت رو بگیره و گسترش بده. یا مثلا شما نگاه بکنید در هیتلر، بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم، میدونه که روحیه آلمانی‌ها ضربه خورده، میتونه روی ناسیونالیسم آلمانی‌ها سوار بشه و اونها رو تقویت بکنه و بگه بریم برگردیم به اون گذشته‌ای که در آلمان ما افتخار سکوی بزرگ موسیقی بودیم، فرهنگ بودیم، فلسفه بودیم و مسائلی از این دست. میتونه هر فرد پوپولیست، البته با اون ویژگی‌هایی داشته باشه. یا مثلا خمینی در ایران، شما نگاه می‌کنید در زمانی که انقلاب 1357 اتفاق افتاده، جامعه ایران بحرانی نبوده که بخواد انقلاب بشه و همه از این انقلاب به صلاح ناگهان شوکه شدن. یا در روسیه همینطور، شما نگاه می‌کنید که پوپولیسمی که پوتین درست کرده بر ناسیونالیسم و مذهب ارتدوکس، ترکیب این دوتا اهرم و نهاد، تونسته مردم ترکیه، مردم روسیه رو برگردونه به وضعیتی که بعد از 70 سال قدرت به قدرت جهانی تبدیل شده بودن و اون قدرت از دست دادن، احساس بکنن که دوباره برمیگردن به زمان امپراتوری تزاری. هر گوشه از دنیا یا مثلا در فیلیپین و همینطور دوتره نگاه میکنید میبینید که مسئله اصلی جامعه فیلیپین سوداگری مواد مخدر است. او انگشت میذاره روی این و مردم رو بسیج میکنه و یک دیکتاتوری عجیب و غریبی در فیلیپین را میندازه. هر گوشه، یا مثلا در برزیل رو همینطور نگاه میکنید میبینید که یه باز نوع دیگری از پوپولیسم
پیدا میشه که میتونه جامعه بسیار در حال تحول برزیل رو به سمت سوی بکشونه که به بسیار مناسبات قرن 19 همی بیشتر نزدیک است تا به قرن آینده یا آینده نگر باشه. بنابراین من فکر میکنم که در آمریکا، آینده آمریکا بستگی به این داره که این بحران کنونی، همین انتخابات و سرنوشت ترامپ چگونه تعیین بشه. ترامپ اگر قدرت رو ببازه، فقط قدرت رو نباخته، فقط او تحقیر نشده، او آینده خودش رو بسیار سیاه میبینه. او بدهکار هست، ممکنه دستگیرش بکنن، ممکنه محاکمش بکنن، ممکنه زندانی بکنن، ممکنه بدهی‌های گذشته سبب بشه بخشی از ثروتش از دست بده. همه این ملاحظات او داره میکنه. خانم میزر، وقت کمی داریم، باز این سوال رو هم میخواستم از شما بکنم. آقای بوریس جانسون بخش بزرگی از سیاست خارجی خودش رو بعد از خروج از اتحادیه اروپا روی این بنا کرد که با آقای ترامپ یه رابطه خوبی بسازه و بعدتر بتونن با هم یک توافق تجاری داشته باشند. به نظرتون اون کاملا به هوا رفته اون آرزو، یا اینکه ممکنه با آقای بایدن همچنان پیش ببره همون مسئله رو؟ من بعید میدونم. من فکر میکنم آقای بایدن برعکس ترامپ رابطه بهتری میخواد با اتحادیه اروپا داشته باشه و پیداست در دو سه هفته اخیر آقای جانسون صبر کرد ببینه انتخابات در ایالات متحده چی میشه و عقب انداخت. اگه یادتون باشه مهلتی بود برای اینکه این صحبت نهایی با در رابطه با نوع جدایی رو با اتحادیه اروپا پیش ببره، عقب انداخت تا نتایج مشخص بشه. و از وقتی هم که حتی قبل از اینکه نتایج اولیه درست مطرح بشه، رفته پی نرم کردن بیانش و مذاکره رو دوباره شروع کرده. شکی نیست که در بیان هر دوشون خواهند گفت رابطه ویژه هست بین ایالات متحده و بریتانیا، ولی پیداست که آقای بایدن نه فقط اتحادیه اروپا، روی همه اتحادهای قبلی که ایالات متحده درگیرش بوده پایبنده. ناتو رو پایبنده، کنفرانس پاریس رو پایبنده. ولی فراموش نکنیم اوباما در سالهای آخر ریاست جمهوریش وارد مذاکراتی شده بود با اتحادیه اروپا برای قرارداد اقتصادی متقابل، و تا اونجایی که من میفهمم آقای بایدن حتی اون رو ممکنه زنده بکنه، که اون وقت وضع بریتانیا اگر امید داره فقط به اینی که از طریق روابط با ایالات متحده بر برکسیت غالب بشه، بر عواقب برکسیت غالب بشه، دچار اشتباه بالاییه. ممنونم از هر سه شما که وقت گذاشتید و به ما پیوستید. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک دانشگاه آکسفورد، کاظم علمداری جامعه شناس، و سینا عزودی پژوهشگر روابط بین الملل در شورای آتلانتیک از واشنگتن. و ممنون از شما که همراه بی بی سی فارسی هستید. این برنامه و برنامه‌های پیشین ما رو میتونید روی یوتیوب و همینطور روی وبسایت بی بی سی فارسی ببینید. شب و روزتون خوش. We'll be right back.